حالا که روی این ویدیو کلیک کردید، یا کانال یوتیوب خودتون رو دارید و یا قصد دارید که کانال یوتیوب خودتون رو راه اندازی کنید. در این ویدیو میخوام بپردازم به مهمترین اشتباهات و نبایدهایی که شما در شروع کارتون در یوتیوب باید بهش توجه کنید. سلام دوستان، من باران هستم و خوش آمدید به کانال Learn with باران. اول از همه بذارید مطمئن باشیم که یوتیوب درباره یک چیز خیلی شفاف و واضح است و اون این که یوتیوب یک فضای رقابتی است. اگه شما تلاش میکنید که یک کانال یوتیوب موفق داشته باشید، اگه تلاش میکنید که بازدید کننده و مشترک داشته باشید، شما لازمه که با خودتون بهترین خودتون رو همراه داشته باشید اگر که میخواید در این فضای خیلی رقابتی موفق باشید. من دیدم خیلی از افرادی که مقدار زیادی از وقت و انرژیشون رو برای ساخت یک کانال یوتیوبی سرمایه گذاری میکنن، ولی طوری برخورد نمیکنن که انگار در یک فضای رقابتی قرار هست وجود داشته باشن. اونا باید ویدئویی با کیفیت خیلی بالا از لحاظ محتوا و همینطور بتونن در ویدئوشون خودشون بدن توی این همه جمعیت یوتیوبرها و تاثیرگذار باشن برای کسانی که ویدئوهاشون رو میبینن. اگه میخواین یک کانال موفق داشته باشید، میخواید مشترک داشته باشید، میخواید یوتیوبرها شما رو بیشتر و بهتر ببینن، پس منم نمیخوام که وقت با ارزش شما رو بگیرم برای انجام دادن اشتباهاتی که باعث میشه شما همچنان کوچیک بمونید. پس اشتباهاتی رو که نباید انجام بدید رو بهتون خواهم گفت. ممکنه فکر کنید که این حرف درسته نیست و با خودتون بگید که خیلی از یوتیوبرهای تاپ و نامبر وان بدون هیچ فوکوس یا توجه به کانالشون، بدون اینکه برندینگی داشته باشن، میتونن ویدیوهایی با اندازه‌های کوتاه یا بلند بسازن و برای اونها کار میکنه. در جوابتون میتونم بگم که قطعاً هر قانونی یه استثناهایی داره. درسته که وجود دارن افرادی که بدون توجه به هیچ فاکتوری هر کارشون باعث میشه که دیده بشن و موفق به نظر بیان، ولی این هم برای خودش دلایلی داره. میتونه دلیلش این باشه که خیلی زود شروع کردن، در نتیجه مردم اونها رو میشناسن. دلیل دوم میتونه این باشه که اونها خودشون آدمهای سرشناس و شناخته شده ای باشن که مردم بهشون علاقمندن و دنبالشون میکنن، ولی برای بقیه افراد باید تلاش کنن که بهترین باشن تا بتونن خودشون رو نشون بدن و کانالشون رو رشد بدن. خب بریم و با هم شروع کنیم 20 تا اشتباهی که خیلی از یوتیوبرهای جدید انجام میدن. اولین اشتباه، شروع و مقدمه طولانی. ممکنه با گفتن یک تاپیک بلند و یا قرار دادن یک موزیک و یا تبلیغ لوگوی کانالتون و یا هر چیزی که شما برای شروع ویدیوتون ساختید همراه باشه. پیشنهاد میکنم که با یک تبلیغ کوچیک و یا یک جمله کوتاه ویدئوی خودتون رو شروع کنید، چون خیلی میتونه مفید باشه برای اینکه به افراد نشون بده به جای درستی اومدن که انتظارشو دارن و شما اونقدر کارتون حرفه‌ای هستید که میخواید اطلاعات مفید و با کیفیتی رو ارائه بدید. اگه شما با شروع طولانی ویدئوی خودتون رو شروع کنید، این میتونه باعث بشه که بیننده هاتون رو از دست بدید. کسانی که با توجه به عنوان و محتوای شما به سمت کانالتون اومدن و خسته میشن از این شروع طولانی و ترجیح میدن که ویدئوی شما رو نبینن. دومین اشتباه، تمرکز نداشتن کانالتون هست. خیلی مهمه که کانال شما در یک جهت حرکت کنه. این به این معنی نیست که شما همیشه راجع به یک چیز صحبت کنید، ولی باید فکر کنید که چرا افراد کانال شما رو نگاه میکنن و شما در هر ویدیو بتونید به اون بینندگانتون پاسخ بدید. اینکه ویدیوهای شما رو دانشجوها میبینن، بچه ها میبینن، افراد مسن میبینن، چه رده و گروه سنی میبینن، میتونه به شما کمک کنه که چه نوع ویدیوهایی رو باید بسازید و چه ویدیوهایی برای اون بینندگان شما مناسب هست تا مشترکات اون گروه رو بهتر و بیشتر در کانال خودتون ارائه بدید و با قرار دادن چیزهای متنوع کانال خودتون رو در یک جهت مشخص دنبال کنید.
سومین اشتباه کپی کردن بقیه یوتیوبرها هست. بعضی وقتا یوتیوبرهای جدید میگن حالا که این موضوع برای این یوتیوبر مشهور جواب داده، پس منم ویدئوی خودم رو در این موضوع بسازم. تلاش میکنن که مثل اون یوتیوبر برخورد کنن تا مثل اونها به نظر بیان. کپی کردن کامل از یک مطلب باعث میشه که شما هیچ خلاقیتی از خودتون ارائه ندید، هیچ مطلب جدیدی رو در ویدئوی خودتون قرار ندید و در نتیجه بیننده شما قطعاً ترجیح میده که مطلب رو از منبع اصلی ببینه تا اینکه بیاد تصویر کپی شده شما رو دنبال کنه. چیزی که میتونه شما رو در یوتیوب سرپا نگه داره اینکه خودتون باشید و اصلاً این جمله کلیشه ای نیست. راهش اینه که شما یه چیز جدید رو به وجود بیارید که بتونه با شخصیت و روحیه خودتون برای بینندتون تأثیر بذاره و نشون بدید که چیز جدیدی رو ارائه خواهید داد. چهارمین اشتباه، بی‌برنامگی و عدم تداوم. حتما برنامه ریزی داشته باشید. خیلی از یوتیوبرهای جدید هستن که یک ماه 10 تا ویدیو، ماه بعد 2 تا، ماه بعد 8 تا و ماه بعد یه ویدیو رو بدون هیچ زمان گذاری و برنامه ریزی مشخصی آپلود میکنن. اگه میخواید که کانالتون رشد کنه، خیلی مهمه که برای خودتون یک برنامه ریزی مشخص داشته باشید. باید سعی کنید که آپلود کردنتون با برنامه ریزی و به صورت مداوم باشه. خیلی ادعا میکنند که یکی از الگوریتمای یوتیوب مداوم بودن کارتون هست، اما یوتیوب میگه این مسئله اصلا درست نیست و من اهمیتی به تداوم کارتون ندارم. ولی به هر حال 2 تا دلیل دیگه وجود داره که شما باید خیلی بهش اهمیت بدید. اول اینکه شما نیاز دارید که بینندتون رو آگاه کنید از اینکه انتظار داشته باشه برای محتوای بیشتر در کانال شما. اونا باید حداقل 1 روز در هفته منتظر باشن تا راجع به موضوع مورد نظرشون یک ویدئوی جدید ببینن و هر هفته خوشحال بشن از اینکه یک ویدئوی جدید از شما خواهند دید. دلیل دوم که تداوم داشتن خیلی برای خود شما مهم هست این هست که همونطور که قبلا هم گفتم، شما میتونید موفق باشید اگر بتونید ویدئوی با کیفیت ارائه بدید. برای ارائه ویدئوی با کیفیت نیاز به تکرار و تمرین دارید. برای تمرین داشتن باید به صورت مداوم این کار رو انجام بدید. اگه شما فقط چند تا ویدئو بسازید که هیچ برنامه مشخصی نداشته باشه، در نتیجه شما نمیتونید به صورت مداوم ویدئو بسازید و هیچ پیشرفتی هم در کارتون نمی کنید. برای بهتر شدن با ساختن ویدئو و در طول ساختن ویدئوهای مختلف با بیان کردن و شرح دادن موضوعات مختلف میتونید مهارت به دست بیارید. همه یوتیوبرها وقتی شروع میکنن حرفه‌ای نیستن و با تمرین و تکرار حرفه‌ای میشن. وقتی شما مداوم ویدیو میسازید، هر روز بیشتر و بیشتر ماهر میشید و میتونید پیشرفت کنید. اگه ویدیوهای اولیه کانال من رو ببینید، میتونید تفاوت کیفیت رو در هر ویدیو ببینید که هر روز بیشتر و بیشتر شده و باعث پیشرفت کانال من شده. من امروز میتونم بیننده بیشتری نسبت به شروع کارم در یوتیوب به دست بیارم. من اولین ویدئویی رو که ساختم و بعد از اون هر ویدئو یک تمرین برای من شد که بیشتر و بهتر مهارت خودم رو افزایش بدم و به دست بیارم و ویدئوهام کیفیت بهتری داشته باشن. باور این که تداوم داشتن تنها چیزی است که شما باید بهش اهمیت بدید یکی دیگه از اشتباهاتی است که یوتیوبرهای تازه کار مرتکب میشن. اگه فقط بخواید به مداوم بودن اهمیت بدید، این به اون معنی است که شما فقط تلاش میکنید هر هفته یک ویدیو داشته باشید و هیچ تلاشی برای داشتن موضوع جدید و مطالب بهتر و بیشتر نمیکنید. ممکنه شما شنیدید که نحوه اجرای شما 80% از موفقیت کانالتون هست، یا اینکه الگوریتم یوتیوب با مداوم گذاشتن ویدیو شما رو پیشرفت میده. پس فکر میکنید که اگه هر هفته یک ویدیو بذارید و اون رو خوب اجرا کنید، هر هفته یک عالمه دنبال کننده پیدا خواهید کرد.
متاسفانه این اصلا کار نمیکنه. تنها چیزی که باعث رشد کانال شما میشه این هست که موضوع و محتوای خیلی عالی تهیه کنید که بینندتون بخواد ببینه. اینجوری اون بیننده دنبال میکنه کار شما رو فالو میکنه، سابسکرایب میکنه و اینجوری شما پیشرفت میکنید. برای شما تداوم داشتن خیلی مهمه، چون که باعث میشه شما مداوم تمرین کنید و تجربه کسب کنید. اما برای الگوریتم کیفیت ویدیو شما خیلی مهمه. کیفیت شامل موضوعات جالب و تاثیرگذار هست. شما فقط وقتی یک ویدئوی با کیفیت بسازید باعث میشه که بیننده های بیشتری رو جذب کنید و سریعتر رشد کنید. ششمین اشتباه، انتظار و توقع کار راحت و آسون در یوتیوب هست. گاهی افراد با نگاه کردن به ویدئوهای بقیه یوتیوبرها، چون که هیچ اطلاعی راجع به زمان و انرژی که برای ساخت اون ویدئو گذاشته شده ندارن، فکر میکنن که کار در یوتیوب خیلی راحته. ولی همینقدر که شروع کنید متوجه میشید که چقدر باید تلاش کنید، زحمت بکشید تا بتونید ویدئوی خودتون رو در اول کار بسازید. برای یک ویدئوی 10 و 15 دقیقه ساعت‌ها وقت و انرژی لازمه. شما باید مطالب اون رو حاضر کنید، موضوع، صحنه، نور، صدا، تصویر بررسی کردن، مقایسه کردن و در کنار همه اینها اجرا کردن اون ساعت‌ها زمان و انرژی شما رو خواهد گرفت. برای یک ویدئوی 10 دقیقه حداقل نیم ساعت ضبط کردن و ساعت‌ها شاید بیشتر از 10 الی 15 ساعت وقت و انرژی برای ادیت کردن، تنظیم کردن و آپلود کردن در یوتیوب باید صرف کنید. پس اصلا فکر نکنید که کار در یوتیوب کار ساده‌ای هست. هفتمین اشتباه، آماده نکردن یک جای مشخص و مناسب برای فیلمبرداری هست. برای خودتون یک فضای مشخص برای فیلمبرداری داشتن خیلی مهمه. اینکه شما دقیقاً در یک استودیوی مشخص ویدئوی خودتون رو ضبط کنید قطعاً خیلی بهتره تا اینکه در یک جای به هم ریخته و نامرتب این کار رو انجام بدید. اشتباه دیگه ای که یوتیوبرهای جدید راجع به عنوان ویدیو و یا حتی تامنیل مرتکب میشن این هست که چند موضوع مختلف رو داخل عنوان ویدیو قرار میدن. پس میان 3 تا چیز مختلف که در ویدیو راجع بهش صحبت کردن یا 2 تا موضوع مختلف رو که نمیتونن تصمیم بگیرن کدوم رو به عنوان تیتر انتخاب کنن، با قرار دادن یک اسلش در تیتر و عنوان ویدیو مینویسن. بعضی وقتا هم شامل 2 تا چیزی هست که متفاوتن و شما باید اونها رو ترکیب کنید تا توضیح بدید که ویدیو درباره چیه. به هر حال هر وقتی که شما میخواید در ویدیوتون به 2 تا چیز متفاوت بپردازید یا به این موضوع از 2 زاویه مختلف بپردازید این ایده بدی هست. وقتی که افراد میخونن اینجور عنوان ها رو ممکنه علاقه مندشن که این ویدیو رو ببینن، ولی خیلی های دیگه هم هستن که ترجیح میدن به هر کدوم از اون تاپیک ها به طور جداگانه گوش بدن و نخوان که ویدیوی شما رو ببینن. توجه کنید که برعکس این هم میتونه اتفاق بیفته، ولی به هر حال وقتی شما چندین موضوع و کلمه کلیدی مختلف رو انتخاب میکنید، افراد وقتی این همه شلوغی رو میبینن میرن به سمت ویدئویی که اختصاصاً به موضوع مورد نظرشون پرداخته. نهمین اشتباه، نداشتن خلاقیت هست. اجازه بدید برگردم به مطلبی که قبلا گفتم راجع به کپی کردن بقیه یوتیوبرها. حتی اگه شما کپی نکنید مطالب کس دیگه ای رو، اگه نتونید یک چیز جدید و تازه رو به یوتیوب بیارید، یک شخصیت جدید، یک بیان جدید، یک ظهور جدید، این میتونه باعث شه که افراد علاقه به تماشای شما نداشته باشن، چون که شما خودتون رو با نداشتن خلاقیت از هر رقابتی خارج میکنید.
پس برای ویدیو بعدی که میخواید بسازید، برای طراحی و اجراش دوباره فکر کنید که چطور میتونید خلاقیت و ویژگی های خودتون رو در اون ابراز کنید و بتونید بفهمید که چه چیزی شما رو از بقیه افرادی که درباره اون موضوع صحبت کردن متفاوت و برتر کنه. داشتن محتوای با کیفیت همونجور که گفتم خیلی خیلی مهمه، ولی در کنار داشتن محتوای خوب شما باید جوری اون رو ارائه بدید که از بقیه متفاوت باشه. دهمین اشتباه بد ادیت کردن هست. من نمیدونم شما در کار ادیت خوب هستید یا بد، ولی بهتره که در ابتدا فقط سعی کنید که قسمت‌های اشتباه رو حذف کنید و به ساده‌ترین شکل ممکن ادیت کنید. اکثرا مایلن که با اضافه کردن یکم آهنگ به ویدیوشون، گذاشتن بعضی عکس‌های خاص و یا تصویرهای مربوط به لوگو و یا چیزهای متفاوت سعی در تغییر و بهتر کردن ویدیو کنن، و این یکی از چیزهایی میتونه باشه که باعث طولانی کردن و حوصله سربر کردن ویدیوشه، چیزی که قبلا بهش اشاره کردم، و یا میتونه با بی ربط بودن باعث شه که بیننده از دیدن ادامه اون منصرف شه. پس سعی کنید در ابتدا به ساده ترین شکل ممکن فقط اشتباهات رو حذف کنید و کم کم به مرور با تجربه بیشتری که کسب میکنید تغییراتی رو ایجاد کنید. نداشتن تعادل صدایی 11 اشتباهی هست که یوتیوبرهای جدید ممکنه مرتکب شن. این اشتباه شاید کوچیک ولی آزاردهنده هست. اگر صدای صحبت کننده بیشتر از موزیک باشه و یا موزیک خیلی بلندتر از صدای گوننده باشه، و یا شاید با قرار دادن کلیپ های در جاهای مختلف که صداش خیلی بلندتر از صدای خود ویدیو هست، و یا شاید جایی مثل این باشه که شما دارید داد میزنید. اصلا ممکن نیست این ویدیو رو ببینن وقتی که تعادل صدایی برقرار نباشه و با کم و زیاد شدن گوش بیننده رو آزار بده، خصوصا وقتی که افراد با هدفون گوش میدن، که این کم و زیاد کردن واقعا نمیذاره که به راحتی ویدیو رو دنبال کنن. مطمئن باشید که صدای ویدیوتون کاملا نرمال و در یک سطحه. 12 اشتباه کیفیت ضعیف صدا. اشتباه بعدی هم که به صدا ربط داره مربوط به کیفیت اون هست. اگه شما دارید در یک اتاق بزرگ ضبط میکنید میتونه صداتون منعکس شه. اگه در هوای باز باشید ممکنه صدا قطع و وصل شه، و اگه میکروفون نداشته باشید میتونه خیلی کیفیت ویدئوی شما پایین بیاد. چیکار باید کرد؟ باید یکم پول خرج کرد و یک میکروفون برای ضبط ویدئوها خرید که میتونید وصل کنید به دوربین و یا یقه‌ای باشه که به لباس خودتون وصل کنید. سیزدهمین اشتباه داشتن یک تامنیل با کیفیت بد هست. تامنیل خیلی مهمه، یکی از مهمترین فاکتورها برای الگوریتم یوتیوبه. افراد با نگاه کردن به تامنیل ویدیو روی اون کلیک میکنن، و هرچی یوتیوب پیشنهاد بده بر اساس کلیکی که میکنن یوتیوب میتونه ارزش اون ویدیو رو تخمین بزنه. پس خیلی مهمه که تامنیلتون مرتبط، واضح و با کیفیت باشه. خیلی از کسانی که تازه کانالشون رو اندازه کردن فکر میکنن نمیتونن کاستوم تامنیل داشته باشن، در صورتی که کار خیلی ساده ای هست و همه کانال ها میتونن با تایید کانالشون از این قابلیت استفاده کنن. اگه هنوز نمیدونید چطور میتونید، به لینک ویدئویی که همین الان بالای صفحه قرار دادم مراجعه کنید، و یا از طریق لینک زیر در قسمت توضیحات نحوه وریفای کردن کانالتون و اضافه کردن کاستوم تامنیل رو یاد بگیرید. نداشتن انرژی و اعتماد به نفس. یکی دیگه از اشتباهات اینه که یوتیوبر نتونه انرژی خوبی رو در ویدئوی خودش به بیننده منتقل کنه و به اندازه کافی جلوی دوربین اعتماد به نفس نداشته باشه.
درسته ممکنه جلوی دوربین خیلی راحت نباشید، ولی اصلا سعی نکنید مثل آدمایی که لم دادن یا انرژی ندارن یا به حالت بیحال و یا به این حالت ویدیوتون رو بسازید. باید تمام تلاش خودتون رو بکنید تا بتونید یک ویدئویی با انرژی ارائه بدید و این کار رو فقط با تمرین کردن میتونید به دست بیارید. میتونید جلوی دوربین یا آینه قرار بگیرید، با خودتون حرف بزنید، تمرین کنید و سعی کنید راجع به اجراتون هیجان زده و پرشور باشید. من نمیگم همه میتونن با اعتماد به نفس کامل و انرژی زیاد باشن، ولی باید تمرین کنید که وقتی جلوی دوربین هستید خودتون رو شاداب و تا حد ممکن پر انرژی نشون بدید تا بیننده شما از دیدن ویدئوی شما لذت ببره و کار شما رو دنبال کنه. اشتباه دیگه این هست که بخواین همه مطالب کانالتون رو به یک روش ارائه بدید. بعضی از موضوعات نیاز به زمان بیشتری دارن، بعضی ها ویدئوی کوتاه‌تری میخوان، بعضی ها نیاز به دسته‌بندی و گام به گام توضیح دارن و بعضی هم نیاز به یک دست بودن دارن. بعضی موضوع ها باید طبیعی و تازه باشن، بعضی دیگه هم باید حرفه‌ای و رسمی باشن و گاهی هم باید ریلکس و ارگانیک باشن. بعضی موضوعات بهتره که در حال راه رفتن در بیرون باشه و گروه دیگه هم بهتره که در محل کارتون باشه. اشتباهی که میشه این هست که فکر کنید که یک جای مشخص و یک حالت میتونه باعث موفقیت شما در یوتیوب بشه. 17مین اشتباه نگاه نکردن مستقیم به لنز دوربین هست که خیلی مطلب مهمی هم هست. مثل این میمونه که شما با دوستتون صحبت میکنید و به آسمون و زمین نگاه میکنید. چه حس خواهد گرفت؟ قطعا حس خوبی نیست. پس دقت کنید که در حین صحبت کردن در ویدیوتون کاملا و به صورت مستقیم به لنز دوربین نگاه کنید. نداشتن توجه به نور کافی برای ویدیوتون میتونه یکی از اشتباهاتی باشه که باعث بشه بیننده زیادی رو کسب نکنید. پس دقت کنید که کیفیت نور خوبی رو برای ویدیوی خودتون ایجاد کنید. 19مین اشتباه قرار دادن تبلیغات زیاد در ویدیوها هست. گاهی به محض اینکه یک کانال به درآمدزایی میرسه شما فکر میکنید که باید با قرار دادن تبلیغات زیاد در اون ویدیو درآمد بیشتری کسب کنید، در صورتی که تصمیم اشتباهی هست و باعث میشه شما بینندگان خودتون رو از دست بدید. شما نیاز به صبور بودن دارید تا بتونید درآمد کافی از این مسیر کسب کنید. پس ویدیوتون رو با تبلیغات زیاد پر نکنید. 20مین اشتباه و آخرین مورد صبور نبودن هست. یوتیوب یک بازی طولانیه. یکی از اشتباهات این میتونه باشه که شما ندونید بعد از یک ویدیو برنامه بعدیتون چیه. اصلا میخواید هفته بعد ویدیو داشته باشید و با چه موضوعی میخواید ادامه بدید و یا اصلا اینکه هر هفته ویدیو جدید داشته باشید یا خیر. حتما سعی کنید برای کار در یوتیوب یک برنامه 3 ماهه یا 6 ماهه طولانی داشته باشید و اینکه هر هفته در یک روز مشخص در ساعت مشخص ویدئوی خودتون رو آپلود کنید و فکر نکنید میتونید سریعا با گذاشتن ویدئو به موفقیت برسید. باید صبور باشید و به تلاشتون ادامه بدید. در کارتون تداوم داشته باشید در اون دوره خاص. بعد از اینکه اون دوره 3 ماهه یا 6 ماهه تموم شد میتونید بازبینی کنید، بررسی کنید و ببینید چرا کانالتون به اندازه کافی دیده نشده. شاید نیازی هست به تغییر در عنوان ویدئوتون، تغییر در روشتون و یا تفاوتی ایجاد کنید که نهایتاً منجر به پیشرفتتون شه. و در هر حال به این نکته دقت داشته باشید که یوتیوب یک بازی طولانی هست و تداوم داشتن مهمه. اینکه یک ویدئوی با کیفیت داشته باشید و مداوم این کار رو انجام بدید باعث میشه که شما قطعا در این کار موفق شید و کانالتون رشد کنه.
خب امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه، امیدوارم که شما هیچ کدوم از این اشتباه ها رو انجام نداده باشید، ولی اگه چند تاشون رو هم انجام دادید اصلا نگران نباشید، شما تنها نیستید. خیلی از یوتیوبرها از جمله خود من هم از این اشتباهات انجام دادیم و خواهیم داد و سعی میکنیم که این اشتباهات رو رفع کنیم تا کانال یوتیوبمون پیشرفت کنه و بهتر و بهتر شد. اگه اشتباهی هست که من بهش اشاره نکردم و شما میدونید حتما برای من بنویسید، من به تک تک پیام های شما پاسخ میدم. ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردید. اگه از این ویدیو لذت بردید مطمئن شید که ویدیو رو لایک کردید، این کانال رو سابسکرایب شید تا ویدیوهای بعدی من رو از دست ندید. در این کانال میتونید هر جمعه ساعت 3 از با ویدیوهای جدیدی از آموزش صفر تا صد یوتیوب همراه باشید. همینطور میتونید با لینک هایی که در زیر این ویدیو قرار دادم به بقیه ویدیوهای من درباره این مجموعه دسترسی داشته باشید. تا ویدیوهای بعدی، روز و روزگار بر شما عزیزان خوش. میبینمتون. خداحافظ.